از اینکه اون قطعه رو بخوایم بنوازیم یاد گرفتیم که استایل نوازندگی چی بود، با ریتم هم آشنا شدیم، وزخوانی هم کردیم، حالا دیگه باید با زیر و بم های نوت ها هم آشنا بشیم، بفهمیم سیمی که میگیم سیم اول چه صدایی میده، پرده مثلا فرض کنید سوم یا چهارم سازمون اسم چیه و توی علامت ها و نشانه ها چجوری نشون داده میشه. در این مرحله ما به ویژگی دیگه ای از نوت ها میپردازیم، یعنی صداهای موسیقی ویژگی اولشون همونطور که خاطرتون هست زیر و بم بودن صدا هاست. ما این زیر و بم بودن صدا ها رو در واقع براتون تعریف میکنیم. اگر که فرض بفرمایید که یک سیم ساز رو بیان و مثلا فرض بفرمایید از یک نوتی شروع بشه، این نوت لا هست و دوباره همون نوت، این سیم رو بیان و ببرن به عنوان مثال، این یک مثال هست فقط برای تصور بهتر، یعنی از همون نوت، یعنی نوت فرض کنید لا، نوت دو مثلا، یک نوت دو بزنیم بگیم دو ره می فا سو لا سی دو، تا برسیم به نوت دو بعدی، و اگر فرض کنیم سیم رو ببریم و به صورت یک دایره در بیاریم که البته در عملی اتفاق نمیفته ولی برای درک بهتر، روی این سیم میلیون ها نوت وجود داره که این نوت های بیشمار رو میان و بینشون فرکانس های خاصی رو جدا میکنن که از این فرکانس های خاص هفت نوت اصلی جدا میشه و پنج نوت فرعی که ما در درجه اول با اونها همونطور که میبینید باید آشنا بشیم. بر پایه این موضوع صداهای موسیقی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشن که نوت های اصلی عبارتند از هفت نوت به ترتیب با نام های دو ره می فا سو لا سی که بعد از سی دوباره نوت دو رو میگیم، ولی این دو دوم با دو اول فرق میکنه و فرکانسش دقیقاً دو برابر نوت دو اوله که این به طور تناوبی تکرار میشه و در هر تناوب همونطور که اینجا گفتیم فرکانس هر نوت دو برابر فرکانس نوت همنام خود در تناوب قبلی و نصف فرکانس نوت همنام خود در تناوب بعدی است. در علم موسیقی به این هر تناوب و هر دوره یا به عبارتی به هشت نوت پی در پی که با ترتیب فوق از نظر تقدم و تأخر قرار بگیرن و آخری هم نام اولی باشه با فرکانس دو برابر یک اکتاو میگن. همونطور که میدونین اکت در واقع به معنی هشت هست در یونانی و این اکتاو یعنی هشت نوت پی در پی، دو ره می فا سو لا سی دو ره می فا سو لا سی دو و همینطور الاخر. البته حتما لازم نیست از دو شروع بشه و حتما لازم نیست که فاصله مثلا نوت ها دقیقا این همین باشه، باید اینجوری در نظر گرفت، فرض بفرمایید مثلا از هر نوتی شروع کنیم، مثلا از هر جای سازمون شروع کنیم، بریم مثلا فرض کنیم این سیم ساز باشه، شروع بکنیم بیایم تا برسیم دوره به همون نوت با فرکانس دو برابر، این منطقه بین اینها رو میگن یه اکتاو که حالا براتون در مورد نوت های فرعی هم توضیح میدیم. اگر هفت نوت اصلی رو به هفت رنگ رنگین کمان تشبیه کنیم میتونیم در نظر بگیریم که مثلا حد فاصله دو رنگ بنفش و نیلی بی نهایت فرکانس رنگ وجود داره. در موسیقی هم چنین حالتی هست، بدین معنی که نوت های هفتگانه فوق که براتون اسپردیم همه ی نوت ها نیستن و فرکانس های بیشماری بین مثلا دو و ره وجود داره که از این فرکانس های بیشمار یه دونه جدا شده که ما بهش میگیم یا دو دیز یا ره بمول که براتون میگیم. پس این نوت های فرعی که بین نوت های اصلی قرار دارن نام مستقل ندارن و با نشانه های تغییر دهنده بلکه با نشانه های تغییر دهنده شناسایی میشن. نشانه های تغییر دهنده رو براتون میگیم که در واقع قبل از اینکه وارد نشانه های تغییر دهنده بشیم این دایره رو خواهش میکنم با دقت نگاه بکنید. ببینید یه دایره داریم که مثل ساعت دقیقاً به 12 قسمت تقسیم شده، این یه ساعت. اگر بالای این دایره جایی که ساعت 12 قرار میگیره نوت دو رو قرار بدیم و هر 5 دقیقه از یک ساعت رو یک فاصله در نظر بگیریم، اسم هر فاصله رو میگیم یک نیم پرده، یعنی اصطلاحاً از لحاظ موسیقی به هر قسمت این دایره که مثلا اگر فرض کنیم که یک ساعت هست یک نیم پرده بهش میگن، این فاصله رو خوب دقت بکنید بین دو تا ره دو تا نیم پرده قرار داره، یعنی دو تا ره فاصله شون به اندازه یک پرده از لحاظ موسیقی. این پرده در واقع معنیش یک اصطلاحی است به معنای یک استانداردی برای فاصله بین دو تا نوت موسیقی، یعنی فاصله فرکانسی البته که حالا تجسمش
به صورت دقیق مورد نیاز ما نیست. فقط شما بدونید که بین دو تا ره یک پرده فاصله است. این پرده، بازم تاکید میکنم، با کلمه پرده که به معنی دستانه که رو ساز می‌بندن اصلا هیچ ربطی نداره. یک فاصله فیزیکی و فرکانسی است. دو تا ره یک پرده. ره تا میام دقیقاً ببینید یک پرده. یعنی اگه ساعت 12 باشه ره دقیقاً جای ساعت 2 قرار داره. درسته؟ و اگر می رو دقت بکنیم دقیقاً جای ساعت 4 قرار داره. به همین ترتیب پس بین دو تا ره یک پرده، ره تا می یک پرده، اما می تا فا نیم پرده بیشتر فاصله با هم ندارند و بین فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده، لا تا سی هم همینطور یک پرده و سی تا دو هم نیم پرده. پس بر این فاصله فرکانسی بین نوت‌ها رو دقیقاً ما اینجا متوجه میشیم. ببینیم که در یک اکتاب که از دو تا دو شروع میشه بین می و فا و بین سی و دو نیم پرده فاصله است، در بقیه یک پرده فاصله است. بنابراین به این دایره 12 نیم پرده کروماتیک میگن. یعنی 12 تا نیم پرده کنار هم قرار گرفتن که حالا ما فعلا اسم اینا رو نمیدونیم. یعنی اسم اون نوتی که بین دو تاره قرار داره و نصفش کرده این فاصله رو نمیدونیم که چیه. یعنی اگه فرض کنیم این ساعت باشه، اینجا که ساعت 1ه، خب میان چند تا نشانه رو به ما میدن که یکی از این نشانه ها دیز هست. دیز صدای هر نوتی را نیم پرده بالا میبرد. یعنی اگر دیز کنار نوت دو قرار بگیره، دو نیم پرده صداش میره بالاتر. پس بنابراین این میتونه دو دیز باشه. دو دیز میشه نوت بین دو وره. حالا پس بعد از ره هم همین اتفاق میفته. یعنی اون نوت بعد از ره رو هم میتونیم بگیم ره دیز. و اگر بین می و فا رو میتونیم به فا می دیز هم بگیم، میتونیم بگیم، ولی فعلا همون فا میگیم بهتره، چون اسم قشنگتریه و بعد علتش البته از لحاظ علمی دلیل داره که چرا مثلا بعضی وقتا یه اسمو به کار میبریم، بعضی وقتا یه اسم دیگه. حالا یه جوری دیگه بگیم در ادامه این حرفی که الان زدم، از ر به دو که میریم اینجا اسمش دو دیز مگه نبود؟ خب میتونیم از این ورم به قضیه نگاه بکنیم، بگیم ر به مول، یعنی همونی که اسمش دو دیز بود اسمش ر به مول هم هست. مثل همین فا که الان عرض کردم اسمش می دیز هم میتونه باشه. بین فا و سل فا دیز و از سل اگه مبنا قرار بدیم بهش سل بمول هم میتونیم بگیم. حالا این بمول چیه؟ بمول یه نشانه دیگه است. نشانه ای که صدای نوت رو نیم پرده پایین میاره، صدای نوت رو نیم پرده بند میکنه. پس دو تا نشانه اصلی داریم، دیز و بمول. دیز صدای نوت رو نیم پرده زیر میکنه و بمول صدای نوت رو نیم پرده بند میکنه. هر وقت بخوایم اثر این نشانه ها رو هم از بین ببریم، علامتی رو داریم به نام علامت بکار که خونسا کننده نشانه های دیگه است و در واقع نشانه های مثلا نوت ر بمول رو دوباره به نوت ر تبدیل میکنه در میان قطعه، که کارکرد اینها رو در قطعات خواهید دید. اما حالا این دایره رو پر میکنیم، اسم گذاری میکنیم، نام گذاری میکنیم. اینجا اگر دوستانمون لطف کنن تصویر رو ببینیم، بله این دو دیز ر بمول، یه نوت دوتا اسم داره، بعد ر دیز می بمول، می بین می و فا هیچ نیست، فا و سل بینشون فا دیزه که اسم دیگه سل بموله. بین سل و لا هم یا میتونیم بهش بگیم سل دیز یا میتونیم لا بمول. این اتفاق بین لا و سی میفته، بهش میتونیم بگیم لا دیز یا میتونیم بگیم سی بمول. یعنی میتونیم هم از اون طرف حساب کنیم هم از این طرف. بنابراین این دایره رو بهش دایره 12 نیم پرده کروماتیک میگیم. اما در موسیقی های هر منطقه ای و هر کشوری و هر قومی نوت های فرعی دیگری هم وجود دارند. یعنی بین این نوت ها نوت های دیگه به کار میبرند که با این که استاندارد جهانی است و در تمام دنیا به کار میره و کلید های پیانو بر اساس این دایره تنظیم شده تفاوت داره. از جمله در کشور ایران که موسیقی کشور ایران کشورهای همسایش رو تا مرزهای دور تحت تاثیر خودش قرار داده، مخصوصا کشورهایی مثل ترکیه یا کشورهای عربی و حالا قسمت شمالی تر کناره دریای خزر، این اتفاق افتاده و نوت‌هایی بین این نوت‌ها قرار می‌گیرن که ما بهشون اصطلاحاً روبه پرده می‌گیم، اگرچه دقیقاً روبه پرده نیستن. نشانه‌های دیگری داریم که بهشون کرون و سوری می‌گیم. یعنی نشانه کرون صدای نوت رو ربع پرده بند میکنه. یعنی اگر اینجا بین دو و دو دیز یه نوت دیگه بتونیم در نظر بگیریم، یعنی بگیم نوت دو رو، دقت بکنیم، نوت دو رو ربع پرده بندش کنیم، علامت سوری رو باید استفاده کنیم. البته از لحاظ فیزیکی و دقیق این دقیقاً ربع پرده نیست، اصطلاحاً بهش میگن یک چهارم پرده، ولی دقیقاً از لحاظ فیزیکی این نیست که ما علامت سوری رو در ایران
کلونل النقی وزیری، استاد بزرگ موسیقی معاصر ایران که سالها پیش زندگی میکردند، در واقع اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی، ایشون به عنوان یه استاد موسیقی که تئوری موسیقی رو تدوین کردن برای موسیقی ایرانی، این نشانه رو پیشنهاد کردن، نشانه سوری رو که صدای نوت رو رب پرده زیر بکنه و نشانه کرون برعکس صدای نوت رو رب پرده بند میکنه. پس سوری از جنس دیز، همونطور که میدونید شباهت داره، و کرون هم از جنس بموله. در کشور ترکیه که ما ساز دیوان رو داریم کار میکنیم، اگر انشالله متدهای ترکی رو خودتون مرور میکنید یا در سیدی های بعدی به یاری خدا ارائه خواهد شد براتون که سیدی های متدهای ترکی هم خواهیم نواخت، خواهید دید که به جای استوری اونها همون علامت دیز رو میذارن و یه دو میذارن بالاش، به جای کرون اونها همون علامت بمول رو میذارن و یه دونه دو بالاش میذارن، یا حتی گاهی وقتا یه دونه سه بالاش میذارن، که این همون معادل اونه با فواصل مورد نظر خودشون. اما ما در کشورمون این دوتا نشانه رو داریم، چون همون مقام ها و همون دستگاه های ما رو در واقع در کشور همسایه هم می نوازن. و حتی جالبه که بدونید اسم ها هم همون اسمای ایرانیه، یعنی در واقع عرب ها وقتی میگن سگاه می زنن، همون سگاه ما رو میگن، یا مثلا اصفهان می زنن و بهش میگن نهاوند، و کلمات واژه ها همه فارسی هم. پس بنابراین علامت بی اگر دیدین که یه دو بالاش بود، این به جای کرون استفاده میشه که مثلا ترکا بهش کمالی میگن، یعنی پرده یک چهارم. و الاخر که تو کتاب ترکی از جمله کتاب سربینر این موضوع هست. حالا که نوت ها رو شناختیم و ارتباط بین اونها رو درک کردیم، میخوایم ببینیم این نوت ها چجور نوشته میشن، از چه نشانه هایی و چه خطی برای نوشتنشون استفاده میشه. هر خطی یه خط زمینه میخواد، یعنی هر ادبی فکر کنید شما یک زبان دارید یاد میگیرید و برای هر زبانی، همونطور که مثلا برای زبان انگلیسی ما دو تا خط نیاز داریم، اینجا 5 تا خط میخوایم که از پایین به بالا شمرده میشن. 1 2 3 4 5 5 خط حامل، خط زمینه نوت های موسیقی، عبارت از 5 خط افقی و موازی که از پایین به بالا شمرده میشن. نوت ها یا روی خطوط، ببینید، یا بین خطوط، یعنی بین خط اول و دوم مثلا یه نوت قرار گرفت، یا بالا و پایین. یعنی ببینید این نوت ر که حالا بعدن اسمشو میگیم، یا این نوت بالا، اینا بالا و پایین 5 خط حامل قرار گرفتن، یا اینکه در ارتباط با حامل هستن با یه سری خطوطی به نام خطوط اضافه. پس جایگیری نوت ها روی خطوط حامل به این صورت هست، یا روی خطوط قرار میگیرن، که اگر نوت دسته داشته باشه مثل سیاه یا سفید یا چنگ و نوت های دیگه غیر از گرد، اگر از خط سوم رفتیم بالا، دسته نوت رو میدیم پایین، که این زیباتر میکنه کار. فقط همین، ما کار داریم به این که این بیزی، یعنی اون خود نوت کجا قرار میگیره که اسم نوت رو بگیم. نوت ها بین خطوط هم قرار میگیرن، که باز هم اسم نوت رو خواهیم گفت که چجوری معلوم میشه، بالا و پایین هم قرار میگیرن. اما در مورد نوت با خطوط اضافه براتون توضیح بدم، این 5 خط حامل دقیقا 5 خط نبودن، خطوط دیگری هم وجود داشتن که ما این خطوط رو به خاطر اینکه شلوغ نشه و ازدحام خط به وجود نیاد، ما اینا رو حذف کردیم و یه سری خطوطی رو نشون میدیم که نماینده اون خطوط حذف شده هستن. یعنی این نوتی که اینجا میبینید که بالای خطه، دقیقا روی خط ششم قرار داره. اگه از پایین بشمریم بگیم به این یک، این نوت میشه نوت ششم، و این یه دونه بالای خط ششم، یعنی در واقع بین ششم و هفتم قرار داره. پس برای این نوت با خط اضافه همونه، فقط اون خطای کوچیک رو به عنوان نماینده خطهای اصلی قرار دادیم تا ببینیم نوت ها چجوری سوار شدن روی خط. حالا سوالی که پیش میاد اینه که نام این نوت ها چیه؟ چجوری بفهمیم که اینا چقدر با هم فرق میکنن و نامشون چیه؟ اینجا یک نشانه دیگری نیازه که بهش میگن کلید، علامتی که در آغاز حامل جای میگیره و جای نوت ها رو بر اونها نمایان میکنه، که در موسیقی سه کلید زیر استفاده میشه: کلید سول با این نشانه، کلید فا با این نشانه، و کلید دو، که ما در بیشتر سازها فعلا با از جمله دیوان در کلید سول رو ما در نوت هامون قرار میدیم. کلید سول از خط دوم حامل شروع میشه، آغاز میشه و نشان میده که هر نوتی روی خط دوم جای بگیره نوت سول. اینجا رو دقت بکنید، نوت سول روی خط دوم، به خاطر اینکه کلید سول این منحنی و دایرهش از خط دوم شروع شد. حالا در ادامه براتون میگم که این ترتیب رو به چه صورت میتونیم داشته باشیم.
یادتون هست در قسمت قبلی ما ترتیبمون این بود، دو ره می فا سول لا سی دو و همینطور الاخر. پس بنابراین وقتی که جای نوت سول معلوم بشه، وقتی جای نوت سول معلوم بشه، بقیه نوت ها هم طبیعتا معلوم میشن دیگه. یعنی اگر که این رو از نزدیک با دقت ما ببینیم، نگاه کنید، قبل از سول، سول روی خط دومه، بین خط دوم و اول میشه نوت فا، روی خط اول میشه می، زیر خط اول میشه ر، و بعد از ر دیگه ما نیاز به خطوط اضافه داریم. در قسمت خط بعدی براتون توضیح دادم که ببینید این ر مگه نبود، حالا بیاین اینجا این میشه دو، یعنی قبل از این ر میشه دو که یه خط اضافه روشه، قبل از دو میشه سی که یه خط اضافه بالاشه، بعد میشه لا که یه دونه خط اضافه روشه یه دونه بالاشه، و سول که دو تا خط اضافه روشه، و همینطور میتونیم بیان پایین. یعنی این خطای اضافه ارتباط نوت رو به ما میگن با خطای حامل. از بالا هم همین صورته، سول لا سی دو ر می فا سول تا دیگه حامل تموم میشه. یعنی نوت بعدی رو اگه بخوایم قرار بدیم روی حواست. پس برای این چیکار باید بکنیم که ارتباط داشته باشه و یک نوت سرگردان نباشه؟ میایم یه خط اضافه میکشیم روش، میشه نوت لا، نشون میده که یه خط بالاتر از حامله، سی یه دونه خط زیرشه، لا یه دونه خط روشه یه دونه زیرشه، و سول هم ره هم برعکس. که اینها رو با مربی خودتون در دفتر نوت میتونید تمرین بکنید و یاد بگیرید. تمرینی که من به شما پیشنهاد میکنم اینه که نوت‌های واقع بر حامل و نوت با خطوط اضافه رو بر پایه الگوهای زیر در دفتر نوت تمرین کنید، به شکلی که هم بتونید اونها رو خوب رسم کنید، نوت نویسی بکنید، و هم نامشون رو سریع و تند بگید که بهشون، به این کار نوت‌خوانی میگن. اول نوت‌های بین خطوط رو تمرین کنید، ببینید ر فا لا دو می سول، از پایین به بالا، اینا بین خطوطن و بالا و پایینن. نوت‌های روی خطوط و خطوط اضافه رو تمرین می‌کنیم به همین ترتیب، و اینها رو بدون نظم سعی کنید هی جدا جدا. مثلا فرض بفرمایید بیاین ببینید بین خطوط دوم و سوم چی بود اسمش؟ خب اسمش میشه لا. یا نوت بالای حامل، اون بالای بالا روی خط آخر میشه سول. به همین ترتیب با مربی و استادتون تمرین می‌کنید. تمرین‌های مزرابی رو دیگه ما شروع می‌کنیم، اما قبل از اینکه شروع بکنیم، یعنی بریم به قسمت بعدی، من فقط براتون